سارنوال ارشد محکمه بین المللی جزا اینجا در گرد همایی سالانه این محکمه میان کشورهای عضو آن به خبرنگاران میگوید که جرایم جنگی در افغانستان را غیر جانبدارانه و بدون ترس بررسی خواهند کرد. سارنوال ارشد این محکمه هر گونه تسلیمی در برابر فشارهای سیاسی را مبنی بر تمرکز ساختن تحقیقات در مورد عملکرد نیروهای امارت اسلامی و برخی گروه‌های دیگر را به جای نیروهای آمریکایی یا دولت سابق افغانستان رد می‌کند. بر اساس هر ترسی تصمیم نمیگیرم. تصمیم هایم را بر اساس بدترین شواهد استوار می کنم. نگاه کردن به آن وضعیت و 80 ادعای وحشتناک شکنجه توسط نیروهای آمریکایی در افغانستان است و مقایسه آن با سربریدن، هدف قرار دادن زنان و کودکان و به وحشیانه ترین شکل از سوی برخی گروه های دیگر است. سارنوال محکمه بین المللی جزا تأکید می کند که دفتر او در حال انجام 11 تحقیق در کشورهای مختلف و 16 بررسی اولیه دیگر است و باید در مورد اولویت بندی تصمیم بگیرد. وی می افزاید که بررسی جنایت مشکوک نیروهای آمریکایی و نیروهای دولت پیشین افغانستان را از اولویت می گذراند. من می توانم هر کاری را در افغانستان انجام دهم، اما اگر من کاری در میانمار یا فلپین انجام ندهم انتقاد می شود که پس شما چه می کنید؟ تنها کاری که می توان انجام داد این است که به جای برویم که جدی ترین جنایات رخ دادند. تا هنوز امارت اسلامی درباره همکاری کردن با این محکمه به خاطر تحقیق و رسیدگی به جرایم جنگی در افغانستان چیزی نگفته است.